به پیام رهبر مقاومت که همکنون به دستمان رسید توجه کنید. قیام برای آزادی ادامه می‌یابد. به نیروهای قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران، با درود به همه ایستادگان در وادی شرف ملی و میهنی برای برچیدن بساط دیکتاتوری و رژیم نامشروع ولایت فقیه. هموطنان عزیز، پاسدار احمدی نژاد دیروز با تقدیر از دشخیمان اطلاعات حلم مزید کشید و با طلبکاری از آنان خواستار آسیب شناسی انتخابات یعنی افزایش ابعاد شقاوت و سرکوب و جنایت گردید. همچنین دیروز خاتمی خیانت پیشه با اعلام وفاداری مجدد به نظام مقدس و اینکه همواره عاشق و فرزند مخلص امام و نظام است، بار دیگر به حاکمیت مردم و آرمان شعله‌ور آزادی خنجر کشید. خواستار پایان اعتراضات خیابانی شد و گفت ما رهبری را دوست داریم و نسبت به ایشان علاقه داریم. امروز هم متاسفانه موسوی از درخواست ابطال انتخاباتی که هنوز هم آن را نامشروع و پرتقلب می داند کوتاه آمد. از یک سو به نعل زد که از این پس دولتی خواهیم داشت که اکثریت جامعه آن را نمیپذیرد و فاقد مشروعیت سیاسی است و بیم آن میرود که بر اثر ضعف‌های احترام به جسد همین قانون گردید و جای تردید باقی نگذاشت با وسوسه تغییر این قانون و شعارهای ساختار شکنانه قویاً مخالف است. او به صراحت گفت ماجرای ما هرچقدر تلخ یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم به زودی پشیمان خواهیم شد. در این حال باند غالب را تهدید کرد که مجاری را برای اصلاح اشتباهات باز بگذارند، زیرا که بسته شدن این راه تهدید ساختار شکنی را به عنوان تنها بدیل مطرح خواهد کرد و این بدیلی است که همه ما هزینه سنگین آن را می دانیم و قاطعانه با آن مخالفیم. یعنی که اگر راه بر جریان اصلاحات در درون همین رژیم بسته شود، تنها جایگزین تغییر دموکراتیک و برچیدن بساط ولایت فقیه است. موسوی به روشنی از آن کرد که در ابتدا هدفش از شرکت در انتخابات این بوده است که عقلانیت دینی را به فضای مدیریت همین رژیم بازگرداند، اما در میانه راه به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شده و اکنون می‌خواهد به ارکان نظام یادآوری کند که در ورای تمامی آنان و مافوقشان میزانی به نام رأی و عزم مردم وجود دارد که آنها نه حق دارند و نه می‌توانند آن را نادیده بگیرند. بله، جان کلام که در قیام شعله‌ور سراسری از چشم آقای موسوی دور نمانده در همین جاست. در رأی و عزم جزم و حاکمیت مردم که مافوق و در ورای همه دست و پا زدنها برای حفظ دیکتاتوری دینی و رژیم نامشروع ولایت فقیه است که اکنون باید همچون دیکتاتوری سلطنتی به زباله‌دان تاریخ انداخته شود. ام الفساد همین است و دیگر با هیچ تشبث و تقلایی نمیتوان او را مانند گذشته حفظ کرد.
رزمندگان اشرف نشان آزادی در خیابانهای تهران و شهرهای میهن، جوانان به پا خواسته و تشنکام آزادی، گفته بودیم که کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. گفته بودیم که چشم دوختن به تغییر و تحول و هر گونه اصلاح در چارچوب ولایت فقیه سرابی بیش نیست. گفته بودیم که دعوا بین این یا آن کاندیدا نیست، دعوای اصلی بین تمام مردم ایران و سلطنت فقیه است. جهان خبردار شد که مردم ایران آزادی می خواهند. جهان از ندا و فروغ شعله ور آزادی در ایران خبردار شد. شما جهان را خبردار کردید که نمی ترسید، زیرا که همه مردم ایران برای آزادی و حق حاکمیت در برابر سلطنت فقیه با هم هستند. از جا زدن و کوتاه آمدن آن یکی و این یکی سرخورده نشوید. دود و دم و کف روی آب ماندگار نیست. شرف ملی و عزم جزم برای آزادی است که کارساز و ماندگار است. قیام به هر قیمت باید توسط خود ما ادامه پیدا کند. نترسید، ما مردم ایران همه با هم هستیم. مبادا خسته و فرسوده شوید. رژیم را باید خسته تر و فرسوده تر کنید. رژیمی که سینه چاکان دیروزش هم امروز با بهت و حیرت اذعان می کنند که دیگر آن رژیمی نیست که تا دیروز جلوه می کرد. می گویند که دیگر آب از سر رژیم ولایت فقیه گذشته است. آقای موسوی هم خوشبختانه اکنون بر سرسختی دشمنان این رژیم، یعنی دشمنان فاشیسم پلید مذهبی که همان اکثریت مردم ایران و فرزندان آزادی ستان آن هستند، گواهی می دهد. تکرار می کنم که در جهان هیچ قدرت و نیرویی نیست که بتواند بر عزم و اراده ملی ایرانیان و بر فریاد و آرمان آزادی آنان غلبه کند. شوراها و هسته های مقاومت و قیام آزادی بخش را برای برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت بین المللی و برچیدن بساط استبداد مذهبی تشکیل بدهید. در این مسیر صبر و پایداری و آمادگی و آماده سازی پیشه کنید. در این مسیر هر کس که در ایران زمین خواهان حاکمیت جمهور مردم ایران است با ماست. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 10 تیر 1388.